سومین روز اسفند ماه برابر با 22 فوریه، روز تجلیل از اسرا و مفقودین. در تقویم های ایران این روز را برای قدردانی از پایداری و بردباری اسرا و مفقودین در 8 سال جنگ ایران عراق به نام روز تجلیل از اسرا و مفقودین نامگذاری کردند. سال 63 پیش از هجرت برابر با 560 میلادی، یگانهای مرزبانی ایران مستقر در حاشیه رود سیحون موفق شدند تا در یک جنگ یک روزه قوم آوار را که قصد داشتند تا از استپ‌های میانی آلتایی و تینشان به منطقه فرارود ایران مهاجرت کنند، مسیرشان را به سوی اروپا منحرف سازند. سال 911 خورشیدی برابر با 1533 میلادی، زادروز میشل دومانتینی، ادیب، نویسنده و فیلسوف معروف فرانسوی دوره رنسانس که عقیده داشت اگر روش تعلیم دلپذیر باشد، آموزشگاه ها چون زندان نخواهد بود و نیازی نیست که چوب و تازیانه وسیله نظم و انتظام باشد. مانتینی به عنوان یک اومانیست و انسانگرا از عقل در برابر تعصب، از بردباری و فروتنی در برابر تکبر و از حکمت صلح در مقابل بلاهت جنگ دفاع می کرد. سال 1058 خورشیدی برابر با 1680 میلادی، در گذشت محمد ابن شاه مرتضی ملقب به محسن، معروف به ملا محسن فیض کاشانی، عارف و فیلسوف دوران صفویه در ایران. سال 1110 خورشیدی برابر با 1732 میلادی، زادروز جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور و بانی استقلال آمریکا که از مهمترین چهره‌های تاریخ ایالات متحده در کسب استقلال برای مستعمرات آمریکایی و سپس متحد کردن آنها زیر پرچم حکومت فدرال ایالات متحده به شمار می‌آید. سال 1166 خورشیدی برابر با 1788 میلادی، زادروز آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف و بدبین آلمانی که معتقد بود حقیقت جهان خواست و اراده است و شخص آنگاه به وجود خود پی می‌برد که اراده بر انجام کاری کند. اصل در انسان اراده است و همه نیروها انواعی از اراده هستند. سال 1199 خورشیدی برابر با 1821 میلادی، دولت اسپانیا مهاجرنشین قدیمی خود ایالت فلوریدا را به 5 میلیون دلار به دولت واشنگتن فروخت. سال 1234 خورشیدی برابر با 1856 میلادی، حزب جمهوری خواه آمریکا نخستین نشستش را در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا تشکیل داد. این حزب با هدف مخالفت با بردهداری و تمرکز اختیارات دولتی در واشنگتن و نیز کاهش هزینه‌های دولت مرکزی در اجتماع ایالت ویسکانسین پا به عرصه وجود گذارده بود. این حزب ماهیتاً راستگراست و از اقتدار جهانی ایالات متحده و اصحاب صنایع بزرگ و بانکداران جانبداری می کند و خود را حزب بزرگ قدیمی می خواند، حالانکه حزب دموکرات آمریکا قدیمی تر از حزب این کشور به شمار می آید.